در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد. رنگ آبی آسمانی که میبینم و میدانم نیست و خدایی که نمیبینم و میدانم هست. در شگفتم، سلام آغاز دیدار است، ولی در نماز پایان است. این شاید بدان معناست که پایان نماز آغاز دیدار است. دوستان سلام، به جلسه سوم از برنامه جهان با مولانا خوش آمدید. در قسمت قبل گفته شد که مولانا جلال الدین محمد بلخی در شامگاه پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری درگذشت. شیخ صدرالدین قونوی بر جنازه وی نماز خواند و جسد او را در جوار آرامگاه پدرش در محلی به نام باغ سلطان دفن کردند. مولانا جلال الدین محمد بلخی چهره‌ای بود نامدار و پرهیاهو در عرصه ادبیات، فلسفه و عرفان که شخصیت پیچیده و چند بودی داشت. عارف، شاعر، فیلسوف، صوفی، حکیم، با هر نامی که او را بخوانیم زیبنده اوست و در هر یک از این عناوین بر اوج قله شهرت ایستاده بود. مولانا اندیشمند، فیلسوف و عارفی است که در راه عشق به خداوند هیچ حد و مرزی نمی شناسد و خیشتن را یک سره در دریای بیکران عشق حقیقی حل نموده است. در این راستا الگوی مولانا در راه وصول به این عشق ناب شمس تبریزی است. بنابراین زمانی که مرشد و مراد او شمس دنیای پست، فرومایه و فانی را ودا می کند، مولانا از شدت اندوه و فراق یار، البته نه اندوه مجازی بلکه نوعی ملال درونی عارفانه، در جلوی تابوت شمس سماع صوفیانه را انجام می دهد. مولانا با وقوف کامل با آنچه که مردم زمانش با آن باور دارند، آن را با زبان ساده و قابل فهم و درک بیان می کند و راه رسیدن مردم به خدا را با زبان ساده و راحت با آنها نشان می دهد. این مسئله مهمی است که شعرهای دیگر به ویژه سعدی هم بر آن تکیه می کنند و در واقع یکی از هنرهای برجسته سعدی و مولانا در این است. هر دو با زبان ساده و بی تکلف و نثر شیوا سخن گفتند و اگرچه در سده‌های قبل می‌زیستند، لیکن سخنانشان امروزی است. به بیان دیگر، در واقع هنر و ابتکار مولانا در عرصه ادبیات پارسی دری، پیوند او با فرهنگ عوام یا همان فولکلور است. مولانا در این زمینه خلاقیت و ابتکارات جالبی دارد. خلق مضامین نو در عرفان و ادبیات و تلفیق آن با فرهنگ مردم هنر اصلی مولانا است. به این معنا که هر فردی از هر قشری و طبقه اجتماعی، خواه عوام و روشن فکر، در گذشته و حال و آینده می تواند برداشت متناسب با فرهنگ و درک خود را از سخن و اشعار مولانا داشته باشد. بحث اصلی مولانا این است که می خواهد بگوید هر کس به فراخور درک و فهم خود و متناسب با ظرفیت عقل و اندیشه‌اش می تواند به خدا برسد و اسرار خلقت و جهان هستی را درک نماید. مولانا حتی در ریزترین مسائل اجتماعی و معیشتی مردم دقیق شده و به آن توجه دارد. ابتکار مولانا برای رساندن مفاهیم
و پیام‌های شعرش به مردم و آیندگان، حکایات، داستان و قصه‌های شیرین، عاشقانه و پندآموز است که با روش تمثیل و به زبان شیوا و گیرا بیان کرده و در پایان هر یک از داستان‌ها به ویژه در مثنوی نتایج پندآموز و اخلاقی می‌گیرد. هدف عمده مولانا از ذکر این داستان‌های تمثیلی اصلاح امور اجتماعی و اخلاقی جوامع انسانی است. در شعر و تمثیل معروف نی جایی که می‌گوید هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، همین مسئله را بیان می‌کند. اینکه هر شخص به تناسب فهم خود برداشت متفاوتی از سخن او دارد. غالب پژوهشگران و اندیشمندان عرصه ادبیات مراد از نی را خود مولانا دانسته‌اند، خودی که سخن و اسرار درونیش را از زبان نی بیان می‌کند. نی زبان گویای عشق آتشین و درونی مولاناست که از وجودش شعله می کشد. اما هیچ کس جز خود مولانا توانایی و قابلیت دیدن و احساس کردن آن را ندارد. حکایت عاشق دور افتاده و جدا شده از معشوق، چرا مولانا نی را برای گفتن حرفهایش از زبان او برگزیده است؟ یک پاسخ این است که وی می‌خواسته به مردم و جامعه‌اش راه ساده جستجوی معشوق ازلی را نشان بدهد. بنابراین تمام قصه ها، حکایات و داستان های تمثیلی مثنوی و آثار دیگر مولانا ارتباط تنگاتنگی با آداب و رسوم و باورهای مردم دارد و مولانا هنرمندانه میان این دو وجه عرفانی و اجتماعی پیوند ایجاد کرده است. هنر دیگر مولانا آوردن حکایت در دل حکایت است، یعنی حکایت کوچک را در دل حکایت بزرگ آورده تا فهم منظورش را آسان تر کند. در واقع در زمینه ی حکایت و تمثیل و قصه و داستان در ادبیات تمثیلی هیچ کس نمیتواند با مولانا برابری کند و مقایسه شود. او بر قله ادبیات عرفانی تمثیلی جهان ایستاده است. ادبیاتی که در آن فرهنگ اجتماعی مردم در تمام ابعاد بیان شده است. سخن مولانا و شخصیت او و شعرش برای همه زمانها و مکانها و همه اقشار مردم زنده و پویاست و پویا خواهد ماند. در این بیت چه زیبا تأثیرگذاری کلام و شعرش را برای آیندگان سروده است. خاموش چندان بنالیدم که تا صد قرن در این عالم در هیهای من پیچد بر این هیهات من گردد. مولانا در تمثیل‌های خود می‌خواهد بگوید که فهم بشر و درک ناچیز او در حدی نیست که شکوه عظمت خداوند را فهم و درک نماید و به بیان دیگر خداوند هرگز در ظرف ادراک آدمی نمی گنجد. احساس آدمی ناتوانتر از آن است که عظمت خداوند را درک کند. از این دسته تمثیل ها در سرتاسر مثنوی معنوی از مولانا به چشم می خورد. در قصه مار مولانا مار را به نفس آدمی تشبیه ساخته که اگر مهار نشود و افسار گسیخته به دنبال هوس‌ها باشد، موجب رسوایی
و اتبار آدمی می شود. در قصه گناهکار عهد شعیب علیه السلام، خداوند فرد گناهکاری را با غرق نمودن در شهوات و گناه و دور ساختن از لذت عبادت و نزدیکی به خودش و با کور نمودن چراغ دل و وجدانش عذاب می کند. همچنین قصه انگور برداشت‌های متفاوتی از یک موضوع و لفظ در قصه کودکان مکتب خانه که به معلم خود القا کردند او بیمار است. قصه خربوزه تلخ خوردن لقمان حکیم، قصه بازرگان و توتی، موسی و شبان، قصه پادشاهی که شنید در هند درختی است که هر کسی که از آن میوه بخورد هرگز نمی میرد. به مثال آرزوهای محال، هر کدام یک پند و اندرز برای آدمی دارند. نزد مولانا قصه و حکایت و تمثیل صرفاً ابزاری برای بیان اهداف و مضامین متعالی است. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندروی مثال دانه است. مولانا در قالب تمثیل و داستان و حکایت و قصه معانی بلند و مفاهیم خداشناختی، اخلاقی، اجتماعی، باورهای آسمانی مردم و دغدغه ها و مسائل روزمره زندگیشان را بیان کرده است. تأثیر مولانا بر جامعه و مردم و حتی پیروان سایر ادیان آنقدر بود که در تشییع جنازه‌اش همه قشرهای مردم، اعم از عارف، فیلسوف، ادیب، کسبه بازار، طلبه، مقامات حکومتی و مردم کوچه و بازار شرکت جستند. مولانا در قلب تمام مردم زمانش جا داشت. گفتند که بر پیکر مولانا دوبار نماز خوانده شد و ازدحام جمعیت به حدی بود که تشییع و خاک سپاری تا شب به طول انجامید. در تمام آثار نقص و بی‌نظیر مولانا مانند مکاتیب، مجالس السبعه، فیه مافیه، دیوان و مثنوی معنوی، غزلیات، موضوعات گوناگون اخلاقی، اجتماعی، دینی، پند و اندرز، نیکی به مردم و مدارا با خلق، راستی و درستی و پاکی و پاک دامنی، بخشش، کمک به هم نوع و دیگر موارد و بسیاری مضامین دیگر به چشم می خورد. مثنوی مولانا همانند دریایی مواج از مفاهیم بلندی است که جوامع انسانی به آن نیاز دارد. مولانا از هر حکایت کوچک و بزرگ نتیجه جداگانه می گیرد. به طور کلی آنچه که شعر و سخن مولانا را ماندگار ساخته سادگی، شیوایی و نثر بی تکلف آن است. سخنی برای همه زمانها، مکانها و متناسب با فهم و درک مردم. تلفیق میان عرفان و مفاهیم بلند اعتقادی با فرهنگ عامه مردم متناسب با نیازهای روحی و معنوی بشر، بهره‌گیری از روش ابدایی، تمثیل و مثل، قصه، داستان و حکایت. خلق مضامین جدید در عرصه ادبیات و عرفان و پیوند آن با فرهنگ مردم و قابل فهم برای همه مردم. نتایج پندآموز و اخلاقی در پایان هر کدام از حکایات، داستانها و تمثیلها با هدف اصلاح، رفاه،
بهزیستی و بهروزی جوامع انسانی و نیل به کمال انسانی و قرب به خدا و گرایش به اخلاق نیکو. پویایی سخن و شعر برای همه زمانها و مکانها، نو بودن، متفاوت بودن و متنوع بودن مفاهیم و مضامین. این گونه است که هر روز بر عاشقان مولانا و کلامش افزوده می شود و از شرق تا غرب مردم به دنبال شناخت اندیشه های وی هستند. در لحظات پایانی برنامه با یکی از حکایات زیبا و پندآموز مولانای جان می پردازیم. مولانا در مثنوی معنوی حکایت شخصی را روایت می کند که بطخار کوچکی را در راه مردم کاشت. هر کسی از راه رد می شد، مرد را ملامت می کرد که چرا این بطخار را در راه مردم کاشته ای؟ این بطخار هر روز جان بیشتری می گرفت، بزرگتر می شد و خلق خدا از دست این بطه به فقان آمده بودند، چون این بطه خار پاهای مردم را زخم و لباسهایشان را پاره کرده بود. در نهایت مردم برای بیان شکایت نزد حاکم رفتند و جریان مردی که خار را کاشته بود به حاکم گفتند. روز به روز شکایتها بیشتر می شد و در نهایت حاکم جوان را به حضور طلبید تا با او صحبت کند. حاکم وقتی مرد را دید با زبان خوش به او گفت که این بطخار را بکند. اتفاقا مرد هم قبول کرد و گفت همین روزها این بطه را از ریشه در می آورم. هرچه حاکم نمایندهش را نزد او می فرستاد، گوش مرد به دهکار نبود و مدام امروز و فردا می کرد. در نهایت حاکم ناراحت شد و به او گفت چرا به وعدت عمل نمی کنی؟ هرچقدر زمان بگذرد آن بطخار قوی تر و قدرت و نیروی تو برای کندن آن کمتر می شود. حاکم مرد را بسیار نصیحت کرد. در نهایت مردی که خار را کاشته بود تصمیم گرفت برود و خار را بکند. در نهایت پس از کوشش فراوان موفق شد خار را از ریشه درآورد و آن را از جلوی پای مردم بردارد. نکته اصلی این داستان عادت‌های منفی است، یکی از رازهای ناکامی و بدبختی انسان ها. مولانا بر این باور است که وقتی یک عادت منفی در انسان به وجود می آید، او باید خیلی زود برای از بین بردن آن عادت منفی اقدام کند، چون عادت های منفی به مرور زمان قوی تر می شوند و توانایی انسان برای از بین بردن آنها کاهش می یابد. در پایان باید بگوییم که ترک عادت‌های منفی یکی از لطف‌های بزرگی است که انسان می‌تواند در حق خودش و سایر انسان‌ها بکند. به همین دلیل مولانا اعتقاد دارد که ترک کردن عادت‌های منفی سخاوتی بزرگ و چشمگیر است و انسان را متعالی و بزرگ منش می کند. دوستداران برنامه جهان با مولانا، ممنون که تا این لحظه همراه ما در دریای اندیشه مولانا به دنبال حقیقت و معنای اصیل زندگی بودید. شما را به خداوند کریم و متعال می سپارم. خداوند یار و یاورتان باشد.